دانشمندان با جدیدترین دستاورد در زمینه تکنولوژی به مرز رسیدند. آنها ادعا کردند تکنولوژی موجود ما را قادر می‌سازد بسیاری از ناممکن‌های گذشته را به واقعیت تبدیل کنیم. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بفهمیم آنان در لئوناردو داوینچی به عنوان یکی از نوابغ علمی و هنری دوره رنسانس هستند. این دانشمندان اتفاق نظر دارند که با استفاده از تکنیک‌های شبیه‌سازی می‌توان بسیاری از شخصیت‌های تاریخی را به دنیا بازگرداند و با همین ترفند توانستند نظر جامعه جهانی را به خود جلب کنند. تصور کنید که ما بتوانیم با تولد دوباره شخصیت‌های برجسته همچون نیکولا تسلا یا لئونارد داوینچی به عنوان نوابغی از علم و هنر بسیاری از مشکلات امروزی بشر را حل کنیم. با توجه به گزارشی از سوی دانشمندان دانشگاه یوتا، شبیه‌سازی یک ارگانیسم نیازمند استفاده از یک ژن است. بدین ترتیب دانشمندان قادر خواهند بود DNA را دوباره سازی کنند. دانشمندان لئوناردو داوینچی را صاحب یکی از درخشان ترین اذهان تاریخی بشر می شناسند، چرا که ایشان از بسیاری از مردمان زمان خود جلوتر بوده و با دستاوردهای چشمگیر در زمینهای علمی و هنری به عنوان یک نابغه معرفی می شود. با وجود آنکه داوینچی اختراعهای متعددی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، همچنان بسیاری از مردم در درجه اول او را به عنوان یک نقاش ماهر می شناسند و همین امر دانشمندان را به سمت شبیه سازی کردن داوینچی سوق داده است. از سال 2016 کارشناسان با بررسی نقاشی‌ها و یادداشت‌های برجای مانده از این نابغه عصر رنسانس در پی شبیه‌سازی لئوناردو داوینچی بودند. به گفته آنان با کشف مو و یا بقایای پوست داوینچی استخراج DNA او امکان پذیر خواهد بود. چنین اکتشافی به دانشمندان اجازه می‌دهد به برخی از ویژگی‌های فیزیکی داوینچی از جمله رنگ چشم، ضخامت پوست و وضعیت ظاهری صورت او هم نیز دست پیدا کنند. محل دقیق مربوط به بازمانده‌های این مخترع بزرگ همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. بنابر اطلاعات موجود در سال 1863 مقبره لئوناردو داوینچی کشف شد. محتویات این مقبره به یک کلیسا در فرانسه منتقل شد، اما تکنولوژی آن زمان از کشف DNA داوینچی ناتوان ماند، تا اینکه چندی پیش گروهی از مورخان ایتالیایی نیز از کشف عتیقه‌های قدیمی از داوینچی خبر دادند. گفته می‌شود که با مطالعه و بررسی این آثار می‌توان به DNA این نابغه عصر رنسانس دسترسی پیدا کرد. اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد، جامعه امروز بشری قادر خواهد بود از رموز اسرارآمیز این نابغه کهن پرده برداری کند و حتی با شبیه‌سازی داوینچی امکان تولد دوباره او را مهیا سازد. لئوناردو داوینچی به عنوان نابغه علم و هنر در عصر رنسانس از انگشتان دست و قلم‌های مخصوص برای نقاشی‌های خود استفاده می‌کرد. از این رو آثاری از سلول‌های پوست او با نقاشی‌ها ترکیب شده است که این دانشمندان را برای دستیابی به DNA داوینچی امیدوارتر کرده است. شبیه‌سازی انسان یک سوال بزرگ در پی دارد که تکلیف روح در انسان شبیه‌سازی شده چه می‌شود؟ جواب این سوال را در ویدیوی بعدی ما پیدا کنید. جالب است که بدانید فرایند شبیه‌سازی بدین طریق بر روی حیوانات با موفقیت انجام گرفته است. در این زمینه مؤسسه بیوتکنولوژی بایو لایف از چین به عنوان بزرگترین کارخانه شبیه‌سازی در سراسر جهان شناخته می‌شود. و این خبر که هم اکنون تماشا میکنید در وبسایت کلوناید منتشر شده است که درباره حفظ حریم خصوصی مشتریان صحبت به میان آمده است. دکتر بریجیت به صراحت نامی مایکل جکسون را به میان آورده که در زمانی که همگان دید منفی به این شرکت داشتند، او به این سازمان اطمینان کرد. همانطور که میدانید مایکل جکسون در 25 جون 2009 در سن 50 سالگی از دنیا رفت، یعنی 7 سال بعد از شبیه‌سازی اولین انسان. مطلب مشکوک این وبسایت ما را به تحقیق بیشتر درباره مایکل جکسون واداشت که به زودی نتایج آن را در قالب یک ویدیو در اختیار شما قرار خواهیم داد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.